جمله بعدی میفرماید که وقال له طلحة و زبیر نبایعک علا انا شرکاک فی هذا الامر. این بخشی از یه نامه مفصلی است که حضرت نوشته که اون نامه خونده میشد خدمت شما هستم. تو اون نامه حضرت یه تحلیل کاملی از اوضاع سیاسی قبل از خلافتشون و آنچه که در بعد از قتل عثمان رخ داد تا حضرت به حکومت رسیدن تا همون زمانی که نامه رو می‌نوشت یه تحلیل کامل رو حضرت انجام دادن. از جمله فرمودن که اولین کسانی که اومدن پیش من برای بیعت کردن طلحه و زبیر بودن. هنگام بیعت کردنشون گفتن ما با تو بیعت میکنیم که شریک تو این امر باشیم. تو خود نامه داره که طلحه میخواست که من او رو به حکومت شام بگمارم، زبیرم میخواست که من او رو به عنوان حاکم عراق تعیین بکنم. تو ناچه برقه نیست، یه بخش ناچیزش تو ناچه برقه. نه این نامه شد 30-40 صفحه که بخش ناچیزش تو ناچه برقه است. نه تو ناچه برقه نیست اون نامه. مثلا اینجا بخشی که من میگم اصلا تو ناچه برقه نیست. نه تو توفر رو اصلا نامه نقل نکرده. توفر رو فقط وصیت نامه و خصبه ها رو نقل کرده. یکی دو تا خصبه نقل کرده و وصیت نامه. نامه در توفر رو نیست. تمام کتاب تمام نهج بلاغه از کردم کلش اونجا اومده. بله تمام نهج بلاغه قبلا معرفی کردم که خاره یکی داره ساعت من تمام نهج بلاغه که خصبه ها و نامه ها کلش چه در نهج بلاغه اومده باشه چه نیومده باشه یک جا اونجا جمع شده. آره همه اون چه که بخشایش تو نهج بلاغه اومده اونجا تمامش اومده، چون اینجا سید همروز تقطیع کرده. حتی خطبه ها رو خودش میفرماید منها. منها یعنی چه؟ یه بخشی از این نامه، بخشی از این خطبه. خودش کاملا با صراحت گفته که من بخشی از نامه رو آوردم. اون نه، اونجا همه نامه اومده. خب پس خلاصه این شد که حضرت میفرماید که طلحه و زبیر اومدن پیش من گفتن که ما با تو بیعت میکنیم مشروط برای این که در امر حکومت شریک تو باشیم. منظورشون از شراکت این بود که طلحه بشه حاکم شام، زبیرم بشه چی؟ حاکم عراق. حضرت میفرم من بهشون اینجور گفتم. اینا رو سید نفرمود اینجا. ما خیال میکنیم که این مثلا حضوری بوده و حضرت در واقع نه. این نامه است که حضرت نوشته که تو اون نامه این بخش آورده. حضرتشون فرمود لا، شما شریک من نیستی تو این امر. ولکن نکما شریکان فی القوت و الاستعانه و اونان علی العجز و العبد. نه شما شریک در حکومت نیستید که 10 درویش در گلیمی بخسبند و 2 پادشاه در اقلیمی نگنجند. آره سهم خواهی میکردن، اینا سهم خواهی میکردن. لوکان فی همه آله حتون الا الله لفسدتا. میشه یه حکومت باید 3 شاخه بشه، شورای حکومت مثلا تشکیل بدیم. فرمود نه در حکومت شریک نیستید، اما در این که کمک کنید به من بله، نظر بدید، نیرو بدید. ولکن نکما شریکان فی القوت و الاستعانه، در این که شما شریک باشید که حکومت نیرومندتر بشه بله، کمک به من کنید بله، شریکید. و اونان علی العجز و العبد، اونجایی که نقصی وجود داره، ضعفی وجود داره و از کنم که اشکالی وجود داره، اونجا کمک کنید که اون اشکال برطرف بشه. پس هم در جهت مثبت بر این که بر قدرت حکومت افسوده بشه شما شریکید، نقش دارید که قدرت حکومت رو اضافه کنید. همین که نقصی از حکومت برطرف کنید بله، اونجا شریکید، کمک کنید تا نقصی از حکومت برطرف بشه. اما اینکه بخواید شریک حکومت باشید، اون وقتی که اون حکومت اصلا نمیتونه موفق باشه، مخصوصا که اینها هم اغراض سیاسی داشتن و حضرت غرضش فقط غرض الهی بود. اینها اصلا با هم جمع نمیشد. دیدیم که همون اولم اینها میانشون به هم خورد.